سلام، این هفته قرار بود محمد دلاوری برخی خبرهای خاص رو صرفاً جهت اطلاع با شما در میون بذاره، اما دلاوری رفته بازی‌های والیبال جهانی رو گزارش کنه. درست شنیدید، بازی‌های والیبال جهانی. سلام، من خیلی هم دور از شما نیستم، ایسید حدود 13-14 هزار کیلومتر برتر. به یه معنا اومدم این ور کره زمین. میگم اینم خودی صرفاً جهت اطلاعی که من اومدم مسابقات والیبال رو پوشش بدم. آخه یکی نیست بگه دلاوری تو والیبال نویسی، متخصص ورزشی، والیبالیستی. جلسه این هفته رهبری با مسئولین احتمالاً برخی حاضران و غایبان سیاه باف و سفید باف رو غافلگیر کرد. نقاط منفی رو هم باید در کنار نقاط مثبت دید. اگر بخواهیم اوضاع کشور رو درست به دست بیاریم، باید نقاط منفی رو نقاط مثبت رو در کنار هم مشاهده کنیم. شنیدی برادر مسئول و غیر مسئول؟ اوضاع رو همون جوری که هست نگاه کن، نه اون جوری که دلت میخواد. لطفاً بذار ما هم اوضاع رو واقعی برای مردم تشریح کنیم. تا یه حرف زدیم غرغر نکن، اگه منفی ها رو نبینیم نمیتونیم حلش کنیم. شنیدیم یکی از اپراتورهای تلفن همراه میلیارد میلیارد خرج کرده که اسمشو کنار لیگ خلیج فارس ثبت کنه، اونم با سند رسمی و منگوله دار. میگم اگه همینجوری پیش بره شاید فردا پس فردا یکی هم پیدا بشه یه پولی بده آزادراه خلیج فارس رو به نام خودش بزنه، مثلا بشه آزادراه خلیج فارس شامپو فلان یا بزرگراه آزادگان دستمال کاغذی فلان. آفرین آفرین، چه نظارت دقیقی. بنا به دستور جناب آقای ایران نژاد، فرماندار محترم ویژه شهرستان کرج، قیمت آش 20% کاهش یافت. خب خدا رو شکر که مسئله مهم مردم کرج با نظارت دقیق مسئولین مربوط حل شد. کرجی ها بازم داشتن از این راهکارهای مشکل گشا. یه همایش برگزار کردن تا از کشاورزا تقدیر کنن، اما نمیدونیم چی شد که از الواح تقدیر و جوایز فقط 3 تاش به کشاورزا رسید، 17 تاشو به مدیرا دادن. معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی، مدیریت محترم جهاد کشاورزی، مدیر کل محترم دفتر هماهنگی، رئیس محترم اداره فنا. وقتی وزیر و خبرنگار مدرک ندارن کار به اینجاها میکشه. اصلا والله بلا تلا قرآن آیات کریم شرطی نداره. به من میگن چون به ما درشون شده. من دارم میگم رد چی نداره. برای من وزیر دارم به شما میگن. آقای وزیر محترم، بهتر نیست شما با سند و مدرک حرف بزنی تا کار به قسم و آیه نکشه؟ همکار خبرنگار، بهتر نیست شما هم آموزش های خبرنگاری رو یه بار دیگه مرور کنی با سند و مدرک حرف بزنی؟ مردم کدوم منطقه، کدوم دبیرستان، کدوم مدرسه رو میگی؟ همینطوری که نمیشه گفت مردم. چقدر خوب میشد یه دستگاهی اختراع بشه آستانه تحمل مسئولین رو نشون بده. برای بچه های نهاد ریاست جمهوری روز خبرنگار، خبرنگارا رو جمع کردن تا با رئیس جمهور گل بگن و گل بشنفن، اما نماینده واحد مرکزی خبر انگار کارو خراب کرد. مسئولین دیگر هم به تأسی از ایشون این آستانه تحملشون رو بالا ببرن. آستانه تحمل نمیدونیم چیه، ما نداریم آستانه تحمل. تأکید همیشگی آقای رئیس جمهور در دولت به وزرا این هست که بالاخره باید تحمل کنند. خوب رئیس جمهور سفارش ما رو به وزیراش کرده، وگرنه معلوم نبود کار ما و بعضی دستگاه‌ها به کجا کشیده بشه. حکم جناب سعید دو به عنوان معاون امور بین الملل رئیس جمهور این هفته به دیوار خورد. تا اونجایی که یادمونه آخرین سمت ایشون رئیس سازمان تربیت بدنی بود. بگذاریم. حالا یه سوال، معاون امور بین الملل قرار نامه هایی رو که تو کارتابل وزیر خارجه خاک میخوره پیگیری کنه؟ یا عملا قرار 2 وزیر خارجه داشته باشیم؟ بعضی ها انگار مجبورن برخی چیزها رو بزرگتر از اونی که هست جلوه بدن. کارخانه تایر کرد با تولید محصول نخ تایر و اشتغالزایی مستقیم 450 نفر. چند دقیقه بعد مدیر عامل تایر کرد که دارای اشتغالزایی 250 نفر. با این حساب تفاوت میزان تبلیغی و واقعی اشتغالزایی توی کارخونه 200 نفر شد. حالا تصور کنید خدای نکرده همه همین جوری گزارش بدن به مسئولین، چه شود؟
انگار بزرگنمایی علاوه بر بعضی مسئولین میون ما مردم هم جا افتاده. مسئله را این مترو خراب میشه اکثرا. اکثرا. هر روز مثلا چند تا خراب میشه. مثلا ده روز یک دفعه که میریم یه موقع خراب میشه اینا. به ندرت خراب. به ندرت. تو روز خبرنگار هی از سختی کارمون گفتیم و از خودمون تشکر کردیم، چون اساساً ما موجودات بسیار زحمتکش، حساس و نازنینی هستیم که هیچ کس به پامون نمیرسه. یکی از خبرنگارا که این حرفا رو شدیداً باور کرده بود این هفته به دنبال کارت سوخت مجانی میگشت. اگر بعد از اینکه رفتیم بیرون کارتو دادید، کارتش بنزین رو دادید درست شد. البته خواهشاً شما این حرفا رو جدی نگیرید. اصطلاحاً تو عالم خبرنگاری به این چیزا میگن نویز، مثل همین کلاغه که وسط کار بای میاد. نفرات کلاغ برخورد نکن. جعفر عزیزی به جای عزیز جعفری، واقعاً این تحریم‌های هوشمند ما رو کشته. یه چند ماهی بود شکوری خبرنگار ما تو نیویورک هی گله میکرد که به خاطر تحریم‌های آمریکا حقوقش رو نگرفته و از این جور حرفا. قرار میشه حقوقشو بریزن به حساب جعفر عزیزی خبرنگار ما تو آلمان تا با هم یه جورایی بدبستون کنن. اما آمریکایی‌های باهوش پولی رو که جعفر عزیزی برای شکوری میفرسته بلوکه میکنن و میگن عزیز جعفری در لیست تحریم‌های هوشمند قرار داره. هرچی به اونا گفته میشه مجید جان، این که توی آلمانه جعفر عزیزی خبرنگاره، اون که توی ایرانه عزیز جعفری فرمانده سپاهه، اما به گوششون نمیره که نمیره. ما از همینجا به این همه هوشمندی و آیکیو سرویس های جاسوسی امنیتی غرب احسنت میگیم و توصیه میکنیم هر کی تو اسم و فامیلش کلماتی مثل جعفر و عزیز داره مراقب باشه. مثلا اگه خواستید به یکی از بستگانتون تو خارج از کشور نامه بنویسید، نگید عزیز دلم یا جعفر عزیزم، چون درجا نامتون بلوکه میشه. خداحافظ.